رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قوم در هفدهمین اجلاس خبرگان رهبری با اکثریت آرای اعضای این مجلس به ریاست مجلس خبرگان رهبری انتخاب شد. محمد رضا مهدوی کنی رئیس پیشین این مجلس پاییز امسال درگذشت و ریاست موقت آن پیش از انتخاب آقای یزدی بر عهده محمود هاشمی شاهرودی بود. پیش از این از آقای هاشمی شاهرودی به عنوان یکی از گذینه های محتمل و مورد توافق برای ریاست مجلس خبرگان نام برده می شود. از چندی پیش گمان زنی ها درباره احتمال حضور اکبر هاشمی رفسنجانی در این رقابت و سکوت او در این باره خبرساز بوده است. بنابر اخبار منتشر شده انتخاب رئیس خبرگان به علت نرسیدن به حد نصاب در دور اول به دور دوم کشیده شد. کاندیده های دوره اول محمد یزدی، هاشمی رفسنجانی، هاشمی شاهرودی و محمد مؤمن بودند که از این میان گفته می شود آقای هاشمی شاهرودی به علت تعدد کاندیداها پیش از رایگیری انصراف داده است. در دور دوم این انتخابات آیت الله یزدی با 47 رای از 73 رای به ریاست خبرگان رسید و سایر آرای معخوزه را اکبر هاشمی رفسنجانی رقیب آیت الله یزدی از آن خود کرد. به این ترتیب آقای هاشمی از حمایت 26 نفر در خبرگان رهبری برخوردار بود است. اکبر هاشمی رفسنجانی پیش از این در گفتگویی با روزنامه شرق در اشارهی به موقعیت انتخاب رهبر آینده جمهوری اسلامی گفته بود برای آن لحظه حساس حتما لازم نیست رئیس باشم. کافیس عضو خبرگان باشم. انسان در خبرگان می تواند صحبت کند و نظرش را بدهد و اگر بخواهم تاثیرگذار هم خواهم بود. سخن آقای هاشمی رفسنجانی در حالی ابراز شده است که اکثر ناظران اهمیت اصلی این دوره از خبرگان را ناشی از انتشار خبرهایی مبنی بر حاد بودن بیماری علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی میدانند مجلس خبرگان رهبری موظف به نظارت بر عملکرد رهبر است و اختیار ازل و نصب و تعیین جانشین او را دارد پیش از آقای مهدوی کنی اکبر هاشمی رفسنجانی ریاست خبرگان را بر عهده داشت اما مخالفان او به دلیل آنچه که همراهی آقای هاشمی رفسنجانی با معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 می‌خواندند خواستار کنار رفتن او از ریاست مجلس خبرگان شدند آقای هاشمی رفسنجانی در آن زمان از رقابت برای انتخاب رئیس و اعضای هیئت رئیسه مجلس خبرگان کنارگیری کرد و جای خود را به آقای مهدوی کنی داد. اجلاس خبرگان فردا نیز ادامه خواهد داشت و قرار است فرمانده سپاه پاسداران و برخی از مقامهای کشور در آن سخنرانی کنند. اگرچه احمد خاتمی دبیر خبرگان گفته است با توجه به اینکه امروز سخنرانی محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و همچنین انتخاب رئیس جدید مجلس خبرگان در دستور کار قرار دارد امکان این موضوع وجود دارد که ما تعداد ناطقان را کاهش دهیم برخی از ناظران انتخاب نشدن اکبر هاشمی رفسنجانی به ریاست خبرگان را شکستی دیگر برای میان روهای ایران ارزیابی کردند شهرهای های سرشناس موسیقی ایران شب دوشنبه در نشستی تحت عنوان من از موسیقی حمایت می کنم به افزایش محدودیت ها در کار موسیقی اعتراض کردند. در این نشست که در خانه موسیقی برگزار شد، هنرمندانی همچون شهرام نازری، عبدالحسین مختابات، علیرضا قربانی، سالار عقیلی، هوشنگ کامکار و هیئت مدیره خانه موسیقی حضور داشتند. کارزار موسوم به من از موسیقی حمایت می کنم از بهمن ماه و به پیشنهاد کیهان کلهور آهنگساز و نوازنده سرشناس آغاز شده است. به گزارش وبسایت خانه موسیقی ایران محمد سریر رئیس هیئت مدیره خانه موسیقی در این جلسه گفت که گرفتاری و انصداد در فعالیت موسیقیایی به تازگی بسیار پررنگ شده و این نشان دهنده اندیشه است که ممکن است تداوم داشته باشد و اثرات بدتری را به بار آورد. حمید رضا نوربخش مدیرامل خانه موسیقی نیز با انتقاد از مصیبت‌های های پیش آمده در حوزه موسیقی گفت که این وضعیت در سی سال گذشته سابقه نداشته و مشکلات به اندازه بالا گرفته است که به طور رسمی به جامعه موسیقی توهین می شود. اشاره او به سخنان علم الهدا امام جمعه مشهد است که هفته گذشته در واکنش به تعطیلی کنسرت ها در این شهر گفته بود برگزاری کنسرت در مشهد مطرب بازی در حرم امام رضا است. او این سخنان را پس از آن مطرح کرد که کنسرت علی رزا قربانی خواننده موسیقی سنتی و ارکستر اشتیاق در دانشگاه آزاد گلبهار نزدیک مشهد با وجود داشتن مجوز از وزارت ارشاد با حکم دادستانی چناران لغو شد. چندین سال است که در مشهد کنسرت موسیقی برگزار نمی شود و به همین دلیل هنرمندان در شهرهای اطراف مشهد کنسرت های خود را برگزار می کنند. حمید رضا نوربخش مدیرامل خانه موسیقی در این نشست گفت در حال حاضر به شکل رسمی به اهالی موسیقی توهین می کنند و این در حالی است که تنها تعداد اعضای خانه موسیقی 16 هزار نفر است. وی همچنین با اشاره به استفاده از موسیقی برای یادبود انقلاب و جنگ تأکید کرد آن روزی که قرار است توده میلیونی مردم را به پای صندوقهای رأی یا خیابانها بیاورند موسیقی پخش می کنند چون چیزی جز موسیقی این قابلیت را ندارد چطور موسیقی در آنجا خوب است مطربازی بازی نیست و در دیگر وقتها بد است جلوگیری از حضور نوازندگان و خوانندگان زن روی صحنه موضوع دیگری بود که مدیرامل خانه موسیقی به آن اشاره کرد و گفت چطور میتوان در جامعه ای که آموزش موسیقی برای زنان آزاد است از اجرای آنها روی صحنه جلوگیری کرد سخنران دیگر این جلسه سالار عقیلی خواننده سرشناس بود که کنسرت اخیرش در مشهد با مشکل روبرو شد به گفته آقای عقیلی در میانه این کنسرت از حریر شریعتزاده، زاده نوازنده و همسر سالار عقیلی خواسته شد که صحنه را ترک کند در غیر این صورت برق سالن قطع خواهد شد سالار عقیلی در این باره گفت که این اتفاق درست وسط برنامه بود اما اگر در ابتدا یا پیش از اجرا بود مطمئنا برنامه را لغو می کردم. و تأکید کرد که اگر بداند باز هم قرار است چنین اتفاقی تکرار شود روی صحنه نخواهد رفت. عبدالحسین مختاباد از خوانندگان سنتی موسیقی ایرانی و رئیس کمیته هنری شورای شهر تهران نیز گفت که ممکن است ده میلیون نفر عقیده ما را قبول نداشته باشند و ما فقط هزار نفر باشیم اما ما را در این رنج بی حساب رها کنید. شما حق ندارید عقاید خود را به ما تحمیل کنید ضمن اینکه شما خودتان خسته میشوید چون موسیقی و فرهنگ تعطیل شدنی نیست علیرضا قربانی خواننده سرشناس نیز که اخیرا کنسرتش در یکی از دانشگاه های ایران لغو شده است گفت همان دادستانی که نامه لغو کنسرت ما را صادر کرده بود برای اعضای خانوادهاش بلیت کنسرت تهیه کرده بود ولی از جای دیگری به او دستور یا پیغام ده می دهند که کنسرت باید لغو شود. همزمان با این تجمع اعتراضی امام جمعه تبریز گفته است خون شهدا کشور را نگه داشته نه برگزاری کنسرت ها. آقای مجتهد شبستری که نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی است همچنین گفته است برای اردوی راهیان نور پنج هزار دانشجو آماده اعزام هستند اما بودجه کافی نیست. ولی برای برپایی کنسرت ها چه هزینه ها که نمی شود. این سخنان در حالی ابراز شده است که برای برگزاری کنسرت ها هزینه ای از سوی دولت پرداخت نمی شود. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین میگوید که شورشیان نزدیک به روسیه در شرق کشورش مقدار قابل توجهی از سلاحهای سنگین خود را عقب کشیدند او که در تلویزیون صحبت میکرد گفت که نیروهای دولتی هم بخش اعظم های موشکی و توبخانه سنگین را عقب کشیدند بر اساس توافق آتشبس که در ماه فوریه در شهر مینسک بلاروس امضا شد هر دو طرف باید سلاحهای سنگین را تا اول ماه مارس عقب میکشیدند به نظر میرسد که آن آتشبس علیرغم درگیریهای پراکنده عمدتا رعایت میشود طرف های درگیری یکدیگر را به نقض آتش یا استفاده از آن برای تجدید قوا متهم کردند تصور می شود که از آوریل گذشته که نبردها در دو ناحیه شرقی دونتس که و لوهانسک شروع شده حداقل هزار نفر کشته و بیش از یک میلیون نفر هم از خانه گریخته باشند آقای پروشنکو سه روز پیش شورشیان را به بیرقبتی به عقب کشیدن سلاحهای سنگین تحت نظارت بین المللی متهم کرده بود معموران سازمان امنیت و همکاری اروپا بر آتش بس توافق شده در مینسک نظارت دارند اما رئیس جمهوری اوکراین روز دوشنبه گفت اوکراین بخش اعظم سیستم های موشکی و توپخانه سنگین را عقب کشیده است جنگجویان مورد حمایت روسیه هم بخش قابل توجهی را عقب کشیدند به گفته او از روز 15 مارس زمانی که آتش بس رسما آغاز شد 64 سرباز اوکراینی کشته شدند و کل آمار کشته های ارتش اوکراین از زمان شروع شورش ها 1549 نفر است. همزمان در روز دوشنبه یک دیپلمات ارشد آلمانی به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا ماه گذشته پذیرفت که های دفاعی مرگبار به اوکراین نفرستد همزمان گزارشها هاکیس ولادیمیر پوتین گفته است که چند هفته پیش از برگزاری طرح همه پرسی الحاق کریمه اوکراین به خاک روسیه به مقامات دستور داده بود که کنترل کلیمه را به دست بگیرند شبکه تلویزیونی روسیه یک روسیوان بخشی از متن گفتگو با رئیس جمهوری روسیه را منتشر کرده که در آن میگوید در فوریه سال گذشته میلادی و ساعتی پیش از سرنگونی ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری برکنار شده اوکراین درخواست برگزاری یک نشست استرالی کرده بود ویکتور یانوکوویچ که از متحدان کرملین بود پس از یورش نیروهای مخالف دولت راهی دونتسک در شرق اوکراین شد ولادیمیر پوتین در گفتگو با فرماندهان نظامی و مقامات وزارت دفاع گفته است ممکن است یانوکوویچ را نیست و نابود کنند ما باید آماده باشیم چه با ارتباط هوایی زمینی یا دریایی او را خارج کنیم ولادیمیر پوتین در این نشست به همکاران خود میگوید باید کار بازگشت کریمه به روسیه را کلید بزنیم این گفته ها مغایر با موضع رسمی دولت روسیه و کاخ کرملین است که پیش از این و در خصوص طرح الحاق کریمه اوکراین به خاک روسیه مطرح شده است دولت روسیه گفته بود پس از برگزاری همه پرسی 16 مارس و نظر اکثریت ساکنان کریمه برای پیوستن به روسیه این طرح را اجرا کرده است الحاق بدون خونریزی کریمه اوکراین به خاک روسیه با شعله بر شدن اقدامات جدایی طلبان حامی روسیه در شرق اوکراین همراه بود بالاترین مقام نظامی آمریکا روز دوشنبه 18 اسفند ماه هشدار داد اگر دولت عراق در غلبه بر اختلافات فرقه شکست بخورد اعتلاف بین المللی شکل گرفته برای نبرد با گروه تروریستی دولت اسلامی به خطر می افتد. ژنرال مارتین دمسی فرمانده ستاد مشترک ارتش آمریکا پس از دیدار از بغداد گفت مقامات سیاسی عراق هنوز به وعده های خود برای شرکت دادن جمعیت سنی تبار کشور در قدرت عمل نکردند و نگرانی مبنی بر ارتباطات نزدیکتر خود با ایران شیعی نیز برانگیختند آقای دمسی که در دیدار خود از بغداد با هلیکوپتر بر فراز این شهر پرواز کرده بود در این رابطه گفت پرچم شیعیان در فراز بسیاری از ساختمان ها برافراشته است و گفت در میان مجموعی از پرچم های از این دست تنها ممکن است پیش بیاید که یکی از آنها پرچم ملی عراق باشد آقای دمسی اظهار نگرانی کرد که حفظ اعتلاف بینالمللی در این وضعیت سخت خواهد بود مگر اینکه دولت عراق بتواند زمینه وحدت ملی را شکل داده و به آن متحد باشد در حالی که دولت اسلامی در تلاش است تا از نارضایتی های سنی تبارها در عراق بهرهبرداری کند، آقای دمسی از بغداد خواست تا با آنچه که او مسائل بنیادی فرقی خواند مقابله کند. نبیل عربی دبیر کل اتحادیه عرب نیز روز دوشنبه خواستار اتحاد نیروهای عرب برای مبارزه با گروههای اسلامگرای تندرو شد او گفت نیاز فوری برای شکدهی نیروهای نظامی مشترک و چند منظوره کشورهای عربی برای مداخله سریع در مبارزات علیه تروریسم و فعالیتهای تروریستی وجود دارد. نقش ایران در روزهای اخیر که نیروهای شیعهی که از سوی ایران تجهیز شده و آموزش دیدند در حال ایفای نقش پررنگی علیه موازه دولت اسلامی در تکریت هستند از اهمیت تازهی برخوردار شده است. آقای دمسی در نشست خبری روز گذشته گفت کشورهای عرب سنی منطقه که تعدادی از آنها نیز در حملات هوایی در سوریه مشارکت داشتند نسبت به نفوذ ایران در عراق نگران هستند خالد عبیدی وزیر دفاع عراق که پیش از این در کنفرانس خبری مشترک با دمسی در بغداد درباره قبول کمک نظامی از ایران صحبت می کرد گفت ما در شرایط جنگی هستیم و نگاهمان برای کمک در این نبرد به دوستانمان است وی البته روی کرده عراق را متوازن خواند و گفت میخواهم شما را مطمئن کنم که عراق نمیخواهد با هیچ از کشورهای همسایه درگیری پیدا کند آقای دمسی نیز پس از دیدار با هیدر عبادی نخست وزیر عراق از مشاهده غریزه تقاضای کمک در مقامات عراق از هر کشوری که آماده ارائه کمک باشد سخن گفت با این همه وی تاکید کرد که آنها باید از چالش های نگه داشتن اطلاف نیز آگاه باشند. او گفت روشن نیست که ارتباطات عراق با ایران به مبارزه با دولت اسلامی محدود است یا بخشی از دستور کاری گسترده تر است. او گفت در پی آن است که بداند چه میزان از پذیرش کمک ایران واکنشی به تهدیدات موجود از سوی تروریست های دولت اسلامی است و چه میزان امری بلند مدت است. او البته تصریح کرد به هر حال می تواند امری بلند مدت باشد ولی منفی نباشد او که با مقامات بحرین و همچنین همتای فرانسوی خود در منطقه و مقامات عراق دیدار داشته از خاطر نشان کرد آنچه برای موفقیت اطلاف جهانی ضروری است همبستگی است و هر چیزی که تهدیدی برای همبستگی محسوب شود باید نسبت به با آن هوشیار بود آقای دمسی از عملیات های نظامی اطلاف جهانی علیه دولت اسلامی اعلام رضایت کرد و گفت نیروهای دولت اسلامی تقریبا در هر گوشه از عراق تحت فشار هستند. علی متحری در شیراز از سوی هزباللهی ها مورد حمله و ضرب و جرح قرار گرفت. حمله کنندگان با موتورسیکلت به تعقیب و گریز با خودروی این نماینده مجلس پرداختند. علی متحری نماینده مردم تهران که به دعوت فعالان دانشجویی برای سخنرانی به شیراز رفته بود با برخورد خشونت آمیز عوامل وابسته به بسیج و سپاه روبرو شد. بنابر این گزارش و عکس هایی که در شبکه اجتماعی منتشر شده است، نیروهای لباس شخصی سازماندهی شده که در میان آنها چهره های شاخصی از سپاه فجر شیراز و ناحیه مقاومت بسیج سارالله به چشم می‌خوردند، با هماهنگی قبلی در فرودگاه شیراز حضور یافتند و به خودروی حامل علی مطهری حمله کردند. در این حمله که بیش از 100 موتور سوار و تعداد زیادی نیروهای لباس شخصی حضور داشتند، مهاجمان با سنگ و چوب و چماق به سمت خودرویی که متحری سوار آن شده بود حمله کردند. این عوامل لباس شخصی پس از آنکه شیشه خودرو را شکستند، صورت نماینده مردم را هم مضروب کردند و سپس به تعقیب خودروی او با چند موتور پرداختند که در نهایت راننده مجبور شد با سرعت وارد محوطه کلانتری شود. آقای متحری به دعوت دفتر فرهنگ و سیاست دانشگاه شیراز برای سخنرانی با موضوع اسلام و آزادی در این دانشگاه به شیراز رفته بود. اما علاوه بر فرودگاه، نیروهای شبه نظامی در دانشگاه نیز حضور یافتند تا از برگزاری برنامه جلوگیری کنند. عوامل لباس شخصی که از بعد از ظهر متحری را در کلانتری محصور کرده بودند از خروج او جلوگیری کردند و همزمان برنامه دانشگاه را نیز برهم زدند به طوری که حتی معاون فرهنگی دانشگاه نیز نتوانست سخنرانی کند. در نهایت با گذشت ساعت از 18 و دقیقه و در حالی که متحری بر سخنرانی اصرار داشت و پلیس هم از متفرق کردن مهاجمان از مقابل کلانتری آجز بود مسئولان استانداری از متحری خواستند با پرواز ساعت 9 شب به تهران برگردد. در هفته های اخیر چند سخنرانی چهره های میانه رو و اصلاح طلب در شیراز برهم زده شده است. فرمانده سپاه فارس یکی از عناصر فعال در گروه های فشار در این استان در سالهای اخیر بوده است.